و هیچ کار بزرگی در این تاریخ بشری بدون ایمان انجام نگرفته. میتوانیم بگوییم بدون عشق شده، جمال احساس نکرده، بیچاره داره میشه. چه جمال دارد یک عده انسانها را خب از گرسنگی پس بید نجات بدهیم. مثلا برای اقتصاد یه جامعه میخواییم قدمی برداریم، برای مسائل فرهنگی یه جامعه فداکاری میکنیم. عشق به چی مثلا؟ عشق به اینجا اصلا مثلا جمال به معنای معمولی مطرح نیست، بلی انسانی مطرح بشه به دوم جهت که وابسته خداست. ما برای نجات چنین انسان در این جامعه داریم حرکت میکنیم. او یک رایحه از جمال را داره ولی زیبای محسوس نیست. شما علاقه ای که دارید به انسان برمیدارید و روی شونتون روی دوشتون این مریض را خیلی هم قیافه زیش داره، با کمال احساس محبت میبرید بیمارستان، حتی از ضرورت هایتون کس میکنید او را ادارهش میکنید، با اینجا جمال چی ولی ایمان هست. ایمان بدون ایمان آدمی سوالاتش بی جواب میمونه. بدون ایمان انسان در بادپا و در جویبار متغیرات بدون اینکه بتونه دلیل بیاره به کارش در حرکت میبرند، نه اینکه میرود. اندیشه به او تحمیل میشه نه اینکه بیاندیشد. اگر بخندد نمیتوانیم بگوییم خودش میخنده، میخندانند. اگر بگرید معلوم نیست این گریه مال خودش باشه، ولی در ایمان خالص مسند به خود شخصیته. در حقیقت اگر کسی بخواهد شخصیت را معنا کنه، شخصیت کمال طلب را، شخصیت حقیقت جو را بخواهد، اولین مختصش را بیان کنه، ببینید اول مختص شخصیت کمال جو ایمان. به همین جهت است که خطبه های نقش بلاغه درباره ایمان خیلی مطلب داره و کاشفت اهمیت است که اون جانشناس، اون حیاتشناس، اون انسانشناس اینقدر اهمیت داده و تکرار فرموده.